أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفان حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. در این کریمه خدای سبحان فرمود این گروه الوف بودن. این الوف یا جمع سالم الف است یا جمع آلف. ادهی برانن که این الوف جمع آلف است، نظیر شاهد و شهود، و محتوای آیه این است که اینها روی کینه و بغضای داخلی شهر رو ترک نکردن، با هم الفت و انس داشتن و شهر ترک کردن. پس این ترک شهر در اثر قهر و بیمهری نسبت به هم نبود، اما ظاهرش این است که این الوف جمع سالم است و نشانه کثرت عدد است، حتی از آلاف محتوای او بیشتر است، زیرا آلاف جمع مکسر است و این الوف جمع سالم. نکته بعد آن است که این که فرمود الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوفون حذر الموت فقال لهم الله موتو، نفرمود که خدا دستور مرگ داد فما تو ثم احیاهم. روی دو نکته اون ما تو یاد نشده است. نکته اول قرینه منفصله است، نکته دوم قرینه متصله. قرینه منفصله آن است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیگر ممکن نیست امر خدا امتثال نشود، چون منظور از این امر امر تشریعی نیست، نظیر موتو قبل ان تموتو یا زنو قبل ان توزنو و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. امر در اون گونه از موارد یاد شده امر تشریعی است، یعنی قبل از اینکه با جریان عادی بمیرید با مرگ ارادی بمیرید و قبل از اینکه شما را در قیامت وزن کنن خودتون را توزین کنید و ماننده، که اینها عوامل تشریعی است و تربیتی. اما این امر امر تکوینی است و امر تکوینی خدا همون اراده الهی است که اسیان ناپذیر است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این خطاب مقدم بر مخاطب است، برخلاف خطاب‌های اعتباری که خطاب فرع است و مخاطب است. در خطاب‌های تکوینی مخاطب فرع است و خطاب است. این کن فیکون همون ایجاد است. این همون قال لهم، مثل این که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، یک قول است که یقولو کن. وقتی بخواهن اون امر را به صورت لفظ تبیین کنن میگوین انما امرو اذا اراد شیئن ان یقول لهو کن. این ان یقوله که تأویل مصدر میرود میشود قول، این قول مفسر همون امر است و اون امر و این قول به صورت کن بیان می شود و این کن هم لفظ نیست. یعنی این سه تعبیری که آمده است هیچ کدام لفظ نیست، نه امر خدا، نه قول، نه کلمه کن. لذا تو بیانات امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه مبارک سجادیه این که این آمده است که اراده و کراهت تو در جهان کارساز است، تو امر لفظی و نهی لفظی مثل افعل بلا تفعل نداری. بنابراین این که فرمود فقال لهم الله موتو همون فعل خداست، امر خداست. چون امر تکوینی تخلف بردار نیست لذا نفرمود فماتو. این قرینه منفصله و یا لبی متصل. قرینه متصل دیگر آن است که فرمود ثم احیاهم، نشون میدهد که اونها مردن، اگر نمی مردن که تعبیر به احیا نمی فرمود. مسئله بعدی آن است که از این آیه دو امر به خوبی استفاده می شود. یکی این که اون گروهی که خارج شدن و مردن همون گروه زنده شدن،
این مرجع ضمیر هم همون علوف هم. فقال لهم الله موتو ثم احیاهم، همون گروه را خدا اماته کرد و همون گروه را دوباره احیا کرد. این یک ظهور. ظهور دیگر آن است که ظاهر حیات و ممات حیات ظاهری است، گرچه حیات و ممات بر معنوی هم حمل می شود، به مصداق دارد، ولی اگر ما خواستیم حیات را بر امر معنوی و همچنین موت را بر امر معنوی هم بکنیم، قرینه می خواهد، یا قرینه عقلی یا قرینه لفظی. این یک مطلب. مطلب دوم همان بود که اول اشاره شد که این افرادی که مردن همونهایی بودن که زنده شدن، به اونها که زنده شدن همونهایی بودن که مردن. اگر ما بخواهیم بین این ضمیرها از نظر بیان مرجع تفکیک قائل بشویم، قرینه میخواهد، اونم یا عقلی یا لفظی. فتحصل که ظاهر این موت و حیات، موت و حیات عادی و متعارف است، مگر اینکه دلیل عقلی یا نقلی برخلاف اقامه شود. و ظاهر لهم الله موتو ثم احیاهم این است که مرجع ضمیر همون گروهی هستند که خارج شدند، همونهایی که مردن به عینه همونها زنده شدند. اون چی که در گفتار محمد عبدو آمده است و در تفسیر المنار شاگردش رشید رضا و همچنین در تفسیر مراغی که اون هم از فکر محمد عبدو الهام میگیرد آمده است، که خلاصه سخنانیشون رو سیدن استاد نقل کرد و نقد کرد و ابطال کرد، این بود که اینها آیه را بر تمثیل حمل کردند. منظور از این حیات و ممات، حیات و ممات معنوی است و مرجع ضمیرها هم یک گروه نیست، یعنی یک مردم ستم پذیری که زیر بار ستم رفتند و مبارزه نکردند، اینها با مرگ حقیقی مردند، گرچه ظاهرا زنده بودند، با ذلت زندگی میکردند و این زندگی ذلیلانه مرگ است، پس اینها مردند. نسل بعد افراد آزاد منش قیام کردن و خود را به حیات معنوی رسوندن و زنده شدن. اونها که زیر بار ذلت رفتن و مرگ معنوی دامنگیرشون شد، گذشته ها بودن. اونها که از حیات معنوی برخوردارن، گروه دیگر بودن. این دوتا خلاف ظاهر را اینا مرتکب شدن. یکی این که منظور از این موت و حیات، موت و حیات معنوی است نه ظاهری. دوم این که این ضمیرها به یک مرجع بر نمی گردد. اونهایی که مردن غیر از اونهایی هستن که زنده شدن. اینها اون چرا که می خواهند بیش از اون مقدار و قوی تر از اون مقدار را آیات قرآن فرموده و در پیش داریم. در این که افرادی که مبارزه نکنند مردن و در این که مبارزی زنده اند، در این که باید قیام شد، مکرر در آیات گذشته در پیش داریم. اما نمی شود هر جا سخن از موت و حیات آمد بر این گونه از موارد حرکت کرد. ثمره اجتماعی را درخت هایی که ثمرات اجتماعی می پروراند فراوان است، اما اون ثمره ای که درخت، اون شجره ای که ثمرش معجزه است و معارف است، او را که نباید انسان زیر رو کند. که همه آیه بعد به قاتل فی سبیل الله است، چون آیات برافراوانی هم داریم که در پیش داریم که اگر کسی اهل مبارزه نباشد از در قرآن کریم مرده است. اما این دوتا خلاف ظاهر را اینا باید مصحح داشته باشند. گرچه حیات هم بر ظاهری و هم بر معنوی هم می شود، یعنی دو قسم دارد، چین که موت هم این چین است، نظیر آیه سوره انفال که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، که اصلا این در سیاق آیات دفاع است. وقتی آیات دفاع و جهاد را در سوره انفال بیان کرد، بعد فهمود به این که این دفاع شما را زنده می کند.
خب اینجا ما قرینه داریم که منظور از این حیات حیات معنوی است، زیرا خدای سبحان به زنده ها خطاب میکند. فرمود یا ایها الذین آمنو، و این معلوم است که منظور از این حیات حیات معنوی است. وقتی خدا به زنده ها خطاب میکند فرمود ای انسان ها اگر خواستی زنده بشوید دفاع کنید، منظور معلوم است که از حیات معنوی است. یا در سوره مبارکه یاسین دارد که لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث شده تا زنده ها را بترساند. معلوم شود که کسانی که موعظه پذیرند، کسانی که حیات معنوی را میپذیرند و دارای حیات معنوی هم از تبلیغ حضر استفاده میکنند، اینها محبوب و قرینه است. مطلب دیگر آن است که یا مثلا ارمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و این معلوم است که خدای سبحان فرمود اینها در اثر شرک و زلالت مرده بودند، ما به وسیله دین اینا را زنده کردیم. گرچه حیات دارای اقسامی است که یکی از اون اقسام حیات معنوی است، اما این چه نیست که ما مطلقا حیات را بر حیات معنوی هم بکنیم بدون قرینه. ظاهر حیات و ممات همون حیات و ممات ظاهری است، مگر اینکه قرینه داشته باشه. این قرینه نه عقلی است و نه نقلی، نه محال است که خدای سبحان کسی را بعد از مرگ زنده کند، و نه دلیل معتبری داریم که منظور از این حیات و ممات حیات و ممات معنوی است. و اما اون آیه بعدی که شون خواستن به عنوان کمک ذکر بکنن به عنوان اشکال چهارم در بحث دیروز گذشت. اولا معلوم نیست که این دوتا آیه با هم ناظر شدن تا از وحدت سیاق بخواهیم مدد بگیریم. ثانیا ظهور درونی مقدم است بر ظهور بیرونی. ثالثا از ابن عباس نقل شده است اونهایی که از شهرشون بیرون رفتن برای طاعون و وبا نبود، توی جنگ پیش آمد نخواستن به جنگم بیرون رفتن. خب اگر این روایتی که بعضی از مفسر از ابن عباس نقل کردن مسئله طاعون نباشد بلکه مسئله جنگ باشد، این کاملا مناسب با آیه بعدی است. ابن عباس گفته به این که جریان جهاد و دفاعی در یک منطقه رخ داد، عده‌ای نخواستن در جنگ شرکت کنن، رفتن بیرون. نظیر این که در سوره مبارکه احزاب مشابه این قصه آمده است که فرمود گروهی رفاه طلب در مدینه بودند، وقتی حادثه نظامی پیش می آمد اینا به روستاها می رفتم و آرام بودم. وقتی استراحتاشون تمام شد عصر قدم زنون می آمدن سر راه، از عابرین سوال می کردن مدینه چه خبر. این هم چه گروهی بودن که فرمود اینها بیرون می رفتن، وقتی که اوضاع آرام می شد حال مردم مدینه را از عابرین سوال می کردن. یسالون عن انبائکم، سوال می کردن که مدینه چه خبر. این گروه همیشه بودن. خب اونها را قرآن کریم با یک قرینه روشن یاد می کند، در سوره مبارکه احزاب هست. البته در وقت جنگ عمومی باشد این چنین است، اگر جنگ عمومی باشد این چنین است. ممکن است که نسبت به افراد دیگر این طور بود. در سوره مبارکه احزاب آیه 20 است که یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و ان یأتی الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. اگر گروه ها حمله بکنن، احزاب حمله بکنن، اینا علاقه شون اینه که اینا بادون باشن. بادون یعنی برن پیش بدویا، بدو یعنی روستا، جا آبکم من البدو، بدو نه یعنی ابتدا. این که احیانا گفته می شود من البدوه الالخط، باید گفته می شود من البدعه الالخط. بعد و نه یعنی ابتدا، بعد یعنی ده، بادون یعنی روستایا. فرمود به این که اینا وقتی یه حادثه پیش میاد علاقمندن بادون باشن، یعنی ساکنین فل بدو باشن. خب تو بادیه ها زندگی کنن، فقط از رسانه ها با خبر بشن که شهر چه گذشت. یسالون عن انبائکم، شما تو متن جریانی اینا بادونن، فقط از جریان شما میخوان با خبر بشن، صرف خبر. اگر یه همچه حادثه‌ای برای مردم اون منطقه پیش آمد
و اونها برای فرار از دفاع و جهاد از اون محل هجرت کردن و خداوند اونها را اماده شد دوباره احیا کرد، این با عین جریان و آیه قاتلو خیلی مناسبم هست. عمده آن است که این دوتا خلاف ظاهر را این آیین چی رو توجیه میکنن؟ ظاهر اولش این است که حیات و ممات، حیات و ممات ظاهری است. ظاهر دوم این است که مرجع این ضمیرها یکی است. اونا آمدن گفتن منظور از این حیات و ممات، حیات و ممات معنوی است و این مرجع هم یکی نیست. اون گروهی که ذلت پذیر بودن ذلیلانه زندگی کردن، اونگاه نسل بعد آمد است و مبارزه کرد و حیات از دست رفته را استرداد شد. گرچه یک امتی که ماضی و حال و استقبال دارن این امت را یک گروه خطاب میکنن، اما این قرینه دارد. مثل این که در سوره مبارکه اعراف خدای سبحان به بنی اسرائیلی که در زمان نزول قرآن بودن میفهمد ما شما را از آل فرعون نجات دادیم. آیه 141 سوره اعراف این است که وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ. به بنی اسرائیل عصر نزول قرآن خدا خطاب میکند ما شما را از شر فرعونیا نجات دادیم. شما یعنی شما به عنوان اینکه از اعضای امت بنی اسرائیل هستی، خب اینجا قرینه داری، وگرنه اینا که در عصر فرعون نبودن، چندین قرن فاصله است. یا در جریان کشتی نوح خدای سبحان به امت حاضره میگوید حملناکم فی الجاریه، طوفانی آمد و ما شما را سوار کشتی کردیم. خب در این گونه از موارد معلوم است که منظور اون سلسله متصل مخاطب است، نه شخص و گروه خاص مخاطب. اینجا درست است. و اما اگر ما قرینه نداشتیم، باز هم میاییم بین این مرجع ضمیرها تفکیک قائل میشویم، گروهی را به نسل قبل و گروهی را به نسل حاضر منطبق میکنیم یا ظاهر حرص میکنیم. اگر چنون که کسی خواست به دام اسرائیلی یاس نیفتد، باید این دو رکن وسیق را داشته باشد، خود قرآن را به خوبی بشناسد و سخنان عصمت طاهره را به خوبی درک کند، یعنی این ثقل این را. منتها همونطوری که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودی، قرآن و عصمت طاهره یعنی مجموعه این که یک واقعیتن، اینها صراط مستقیمن و هرگز با راه و با صراط مستقیم هیچ کس به مقصد نمیرسد مگر اینکه چراغ داشته باشد این راه را ببیند. این چراغ به نام عقل است که خدای سبحان حجت درون قرار داد. دین صراط است، نه با چراغ کسی به مقصد میرسد، چراغ بی راه کسی را به مقصد نمیرساند، نه راه بی چراغ کافی است. لذا یک سراج لازم است که حجت درونی است، یک صراط لازم است که وحی بیرونی است. اون که چراغ عقل دارد هم قرآن را خوب میشناسد، هم روایات را خوب میشناسد، هم به دام پیشرفت‌های علمی نمیافتد. شما تفسیر مراغی را ملاحظه فرمایید، تفسیر المنا را ملاحظه فرمایید، ببینید اینا چگونه در تحت تأثیر محمد عبدو که اونم البته شخصیت علمی است قرار گرفتن. بعد القرآن و العقل مرحوم سید نورالدین ملاحظه فرمایید. خب این یک فقیه است، یک حکیم است، تو جنگ هم این کتاب نوشته. مکرر گفته این رو وقتی به موسی رسیدیم نوشتم، این آیه رو وقتی به اوفل و منطقه رسیدی نوشتم، هیچ کتابی پیش من نبود مگر یک معالم که برای پسرم درس میگفتم. خب یه آدمی که هم فقیه باشد هم حکیم الهی باشد، این چراغ همواره با او هست، او دیگر به دام این نمیافتد که فورا این رو بر حیات، او خودش تو جنگه. اصلا این کتاب، این سجل کتاب شریف القرآن و الارض تو جبهه نوشت. اما کسی که عاقل باشد میدونه که آیه رو چی رو معنا کند. بعضی از آیات بعد که شرح شد، تفسیر شد، اینجا مرحوم فرمودن که این را ما این رو وقتی که به موسی رسیدیم نوشتم، این آیه رو وقتی که در فرونچه بودم تفسیر کردم امثال زارد. اصلا این کتاب کتابی است تو جنگ نوشته شده، اما معذالک گیر این اوهام نبود و به دام روشن فکری این اونم نیفتاد. اگر ظواهر آیه مخالف با عقل نبود و روایات هم تأیید کرد، چرا ما عقل نکنیم؟ حالا چند جاست که سخن از مرگ و حیات است، تا
تا اونجا که ممکن است این مرگ و حیات را در تفسیر المنار بر همه این مرگ و حیات معنوی حمل میکنند. اونجایی که ممکن نیست و ظاهرش همون مرگ و حیات ظاهری است قبول میکنند، میگن اما واقع نشده. در جریان موسی سلام الله علیه، یعنی در همون بحث ذبح بقره که بحثش قبلا گذشت، این مطالب البته اونجا بازگو شد، اما حالا به مناسبت بحث این آیه اشاره میکنیم. در اونجا که خداوند فرمود شما گاوی را ذبح کنید و بزنید به بدن مقتول، کذالک یحیی الله الموتا، اونجا به همین حیات معنوی، بر همین حیات معنوی تطبیق کردن. چون که این آیه 55 و 56 را بر همین معنا تطبیق کردن، به از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اونم به همین حیات معنوی معنا کردن. در جریان این که خدا فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، آیه 73 به اینجا میرسد که فرمود فقل نضربوه ببعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. در ذیل این آیه کریمه هم باز اصل احیای موتا را نمیپذیرند، با اینکه ظاهرش این است این آیات الهی است. خدای سبحان آیات و معجزات خود را اینچنین به شما نشون میده. اینا را توجیه میکنن بر حیات و ممات معنوی. در جریان عیسی مسیح سلام الله علیه که به خوبی دلالت میکند بر اینکه او قدرت احیای موتا دارد، این را میپذیرند که احیای موتا ممکن است، معجزه است. اما خب کی گفت واقع شده؟ به چه دلیل واقع شده؟ آیه 49 سوره آل عمران است که و رسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآيه من ربكم اني اخلق لكم من التين كهيئه الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآيه لكم ان كنتم مؤمنين. در ذیل این آیه سوره آل عمران میپذیرن که احیای موتا ممکن است، اما میگن معجزه را تا نخواهند واقع نمیشود. قرآن که نگفت خواستن و واقع شد، که قرآن گفت تو هم که قدرتی داری، اما شد یا نشد که دلالت نمیکند. خب حالا اگر کسی ادعا کند که من میتوانم مرده را زنده کنم، اون ادعای قبلی را با این ادعای بعدی تثبیت میکند؟ اونا یه همچه آدم خوشباوری بودن که ادعای نبوتی او را قبول نکردن، ادعای احیای موتای او را قبول کردن. پیامبر یه دعوایی دارد و یه دعوتی، دعوای او این است که انی رسول الله، دعوتش هم به توحید است و معارف دیگر. این دعوا را با دلیل باید تثبیت کنه. خب دعوا را که با دعوای دیگر تثبیت نمی کنن که. اگر آمده ادعا کرده که من مرده را زنده می کنم، بسیار خوب، و واقع هم نشده، اون مدعای قبلی با این ادعای بعدی تثبیت می شود. و از این طرف هم خدای سبحان ای را آیه بداند، معجزه بداند. گذشته از این شاگردش اعتراف بکند که آیه سوره مبارکه مائده از این دلالتش قوی تر است. آیه 110 سوره مائده این است که از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا و از علمتک الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل و از تخلق من التین کهیئت طیر به اذنی. تو این کار میکنی، نه به مردم بگو من میکنم. از تخلق من التینه که هیئت تیره به ازنی فتنفخو فیها فتکونو تیرن به ازنی و تبر الاکمه و الابرسه به ازنی و از تخرج الموتا به ازنی. این کارا رو میکنی، نه به مردم بگو من میکنم. و از کففتو بنی اسرائیل انکه از جئتهم بالبینات. این جمع محلا به الف لام نشانه آن است که اینا معجزات واقع شده است، وگرنه دعاوی را که بینات نمیگن، که دعاوی خودشون به بینات محتاجن. کسی 10 ادعا کرد تازه نیاز به 10 دلیل دارد.
و این رو بیانه نمیگن که بیانه یعنی مطلب آفتابی، یه چیزی که خیلی روشن است و آفتابی است میگن بیانه. و در مسئله بیانه که شاهد رو میگن بیانه، برای آن است به همون مرسلی است که مرحوم محقق تو متن شرایط کرده که معصوم سلام الله علیه به شاهد فرمود مشیرا الی الشمس علاوه مثل هذا فشهد اوده، فرمود اگر مسئله برای شما مثل این آفتاب روشن است برو شهادت بده، وگرنه نه. علا به مثل هازا فشهد اوده، یعنی اگر مطلب محسوس شد نه حدسی، اگر یه مسئله رو دیدی و ان حسین گزارش میدی میتوانی شهادت بدی نه ان حدسین. حالا شهادت ان حدسین مسئله دیگه است. غرض این است که اگر یه چیزی در خارج واقع شد میشود بیانه، اما اگر چیزی ادعا شد که بیانه نیست. ظاهرش این است این قضایا واقع شده و همه اینها را اینا هم میکنن به این که یا منظور حیات و ممات معنوی است، یا اگر حیات و ممات ظاهری است اینا قدرت دارن، اما حالا کردن یا نکردن نه قرآن خبر داد نه دلیل معتبر نقلی. این خلاصه حرف البناره. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم چون سخن اصدق القائلین است و من اصدق من الله قیلا، اگر یک جایی بخواهد مسهل ذکر بکند یا در صدر آیه یا در ذیل آیه یا در محتوا و مضمون آیه تمثیل را اشراب میکند، نظیر وزر ابلهام مثلا، یا در ذیل آیه بیان میکند تلکل امثال نظر بحال ناس و امثال زاره. اما آیه نه در صدرش نه در ذیلش نه در وسطش هیچ بویی از مثل استشمام نشود، اونگاه ما بگوییم این تمثیل است. و قرآن کریم کتابی نیست که تمثیل را با تحقیق خارجی خلص بکنه. هر جا سخن از واقع شده است اون را به جریان عادی نقل میکنه. هر جا سخن از چیزی که واقع نشده میخواد مسهل ذکر بکنه برای اینکه مبادا کسی توهم بکند که هم چیزی واقع شده، اون با یک قرینه حالا یا عقلی یا نقلی در کنارش ذکر میکند. اونگاه ما بیایم این آیه را به صورت مسهل تفسیر بکنیم چون که در تفسیر البنال آمده، بدون اینکه هیچ گوشی از گوشای این آیه سخن از تمثیل به میان بیاورد. بنابراین اون چی که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود در نوع تفاسیر امامیه آمده است این مطابق ظاهر هست. حالا اگر روایتی بود اون روایت معیر مسئله است ولی برفرض روایت معتبر نباشد، ظاهر این قضیه این است که واقع شده، یعنی یه عده مردن خدا دوباره اینا رو احیا کرد. و اما این که گفتن در تورات در جریان حزقیل پیامبر این نبود، بعضی از مفسرین اهل سنت هم ادعا کردن که این در فصل 37 از جریان قصه حزقیل در تورات هست که این کار کرده، به دعای حزقیل پیامبر این معجزه واقع شده، در تورات هم هست. اینها معیدن، اگر هم در تورات نبود ما میگفتیم ما تورات را و انجیل را و هر حرف مذهبی سراسر عالم را به کتاب الله عرضه میکنیم، چون تنها کتابی که علی وجه الارض از گزند حوادث سالم موند و سالم هست و سالم میماند قرآن کریم است. و حرف لطیف مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا این است که قرآن اصلا یهودیت را و مسیحیت را آبرو داد. اگر قرآن نبود کسی دیگه یهودی نمیمون، چون اون دینی که اینها تحویل مردم دادن دینی نبود که عقل پذیرد. اون عیسی و موسی که کلیسا به خورد مردم داد دین عیسی رهبرهایی نبودن که مردم قبول کنن. اون مریمی که اینها به مردم معرفی کردن بانوی نبود که کسی به قداست او تن در بدهد. اگر نامی از مسیحیت و یهودیت امروز در روی زمین هست برکت قرآن، وگرنه با پیشرفت علوم با پیشرفت معارف عقلی هرگز کسی به قداست و جنبه معنوی اون انبیایی که کشتی میگرند و معاذالله معصیت میکنند و معاذالله شراب منوشند نمیرفت. این از اون حرفای بلند در مکاشف القداست که همون صاحب ادیان و دیگر هم باید خود را مهمان قرآن کریم بدانند. این آمد قداست مسیح را تثبیت کرد، قداست موسی را تثبیت کرد، قداست مریم صلوات الله علیه مجمعین را تثبیت کرد، به این بینها معرفی کرد، اینها مردان الهی هم، بینها جهانیان را بینها آشنا کرد، اینها را به جهانیان معرفی کرد، دمثال زاله. بنابراین
اگر چیزی در تورات و انجیل هست باید بر کتاب آسمانی عرضه بشود، اگر مطابق بود حق است، وگرنه یعرفون الکلمه مواضعه. درست است، اما نه آبروی یهودیت. البته فرمود اینا کونو غردتن خاصین فبه ظلم من الذین هادو کذا و کذا، اما یهودیت را آبرو داد، یهودها را فرمود غرده خاصینی. مسیحیت و انجیل را آبرو داد، اون که میگوید دین مسیح دین سازش است، قرآن کریم او را تخطئه میکند، میگوید حرفی که ما در باره جهاد زدیم تنها در قرآن نیست، این حرف مبارزه را تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. بود این مخصوص قرآن نیست، وعدا علی حقا فی التورات والانجيل والقران، این حرفی است که ما در همه کتاب ها گفتیم که باید بجنگی. حالا اگر تو انجیل فعلی مبارزه مطرح نیست، این یعرفون الکلمه مواضعه است، نباید انجیل را از زبان کلیسا شناخت، باید انجیل را از زبان قرآن یاد گرفت. نباید تورات را از زبان قسیسین فرا گرفت، باید تورات را از زبان قرآن یاد گرفت، زیرا اون تورات و انجیلی که قابل بقا و دوامان همون های هستن که قرآن معرفی کرده. فمود ما این مسئله جنگ و دفاع را در همه کتاب ها گفتیم، الان در کتاب ها اونا از این مسئله خبری نیست، اون طوری که کلیسا فتوا میدهد. بنابراین ظاهر آیه این است، اونگاه این یک تفضل الهی است که حیات مجدد به اینها داد، برای خود اونها مسئله رجعت حل شد، برای خود اونها مسئله معاد حل شد، برای دیگران مسئله معاد حل شد، مسئله رجعت حل شد، سال قبر حل شد که انسان از بین نمی رود و دوباره می تواند زنده بشد و حیات دارد و امثال ذلک، و نعمتی است برای همه، منتها همونطوری که در برابر سایر نعم عده کفران میکنن، نسبت به این آیه هم کفران میکنن. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. الحمد لله رب العالمین.